الو دکتر فنودی؟ بله. الو سلام عرض میکنم خانم. سلام خانم. خسته نباشید. ممنون. خیلی ممنون دکتر فنودی از برنامه های خوبتون. مرسی. من یه دختر 20 ساله دارم. بعد 3 سال پیش ایشون در اثر بیخوابی و در مسائل احساسی و عاطفی قرار میگیرن، یه تشنجی میکنن که به ایشون قرص سدیم بردن پیش متخصص مغز و اعصاب، قرص سدیم والپروات بهش دادن. بله بله. بعد 3 سال این قرص رو خورد، دوباره یه در جریان این مسائل احساسی عاطفی قرار گرفته. متاسفانه باز دوباره این، البته قرص رو دکتر گفته بود به تدریج کم کنن، کم کرده. بعد دوباره این تشنج بهش دست داده. متاسفانه خودش اینجا نیست چون دانشجو هستن در شهر دیگه، به خاطر اون نتونستن با شما صحبت کنن. اینه که من می‌خواستم ببینم دوباره پیش یه نورولوژی دیگه دکتر بردمش، باز ایشون گفتن این به مدت طولانی باید این قرص رو بخوره. آیا این مشکل مربوط به مشکل روحی روانی میشه این مشکل دختر من؟ بله، ما میدونیم که تمام استعدادهای به اصطلاح اشکالات عصبی میتواند در اثر استرس وخیمتر بشه یا ظاهر بشه، متجلی بشه یا علائم پیچیده تر و جدی تری از خودش نشون بده. بنابراین پاسخ اینه که اصولا استرس آنچنان را آنچنان تر می کند. خب ولیکن این که آیا این خوردن این داروها برای درمان او کافی است یا او باید در یک روان درمانی علمی شیوه های مقاومت در برابر استرس رو یاد بگیره و بتوانه جلیقه ضد گلوله‌ای بر تن روحی خودش بکنه که هر نوع فشارها و تیرهای یا نیزه‌های عاطفی در قلبش یا اونجایی که همه تعادلش رو به هم میزنه فرود نیاد، بله من اعتقاد دارم که ایشون میتونه علاوه بر دارو درمانی از یک روان درمانی خوب یاری بگیره، برای اینکه اصولا مقاومت و رزیلینسیش یا مقاومتش در برابر شدائد زندگی یا فشارهای زندگی یا حوادث ناخواسته ولی پیش آمده زندگی بالا بره. دکتر من نمیشم، اگر لطف کنیم به این بگین آیا این قرصی که میخوره مربوط به مسئله ازدواجش، بچه دار شدنش که دکتر گفتن به مدت یه مدت طولانی باید بخورن، هیچ مشکلی به وجود نمیاره در مسائل زندگی آینده؟ من صلاحیت سخن گفتن در این زمینه رو ندارم. بهترین کس برای پاسخ به این سوال شما طبیبی هست که او رو درمان میکنه و سپس اگر احتیاجات، اگر طبیب شما رو ارجاع داد به سایتی که مطالعه راجع به این دارو هست روش و عوارض ثانویه‌اش، از اون طریق هم میتونید خودتون آموزش بدید. دکتر اجازه میدین یه سوال دیگه هم اگر مزاحمتون زیاد نمیشم بپرسم ازتون؟ یکم یه مقدار دختر خیلی درونگراییه، یعنی حرفای دلشو خیلی راحت اون احساسشو نمیتونه، مثلا دوست داره یکی رو ولی نمیتونه اون عشقشو محبتشو بده بیرون. این باید باز مشکلشو با یه روانپزشک باید صحبت کنه که بتونم حل کنم. خب اول بذارید من یه چیزی رو خدمت شما بگم. به نظر من میرسه شما یه مادر قدرتمند و کنترلینگ هستین، درسته؟ نه بیش از اندازه، ولی بیش از اندازه احساس مسئولیت میکنم. چرا؟ همون اندازش یعنی کنترل بود، نه به این که موفق بشم در کارهاشون، بیشتر به این شکل باشون چیز هستم که بسیار موفق شو میکنم در درساشون، در مسائل زندگی تا حدی که راهنمایی میکنم. داره یه خورده بیشتر از اون حدی که باید به نظر ماره. مطمئنم چون شما تو مسائل اجازه سرخودی، اگر دقت کردی الان سوال سومی که مطرح داشتی میکردی گفتی دکتر اگر مزاحم نیستم اجازه میدین یه سوال دیگه هم مطرح کنم. من هنوز فرصت نداشتم که اجازه رو بدم یا ندم، شما شروع کردی. بنابراین این حالت نه به من، با من که اب نداره، با من که اب نداره، ولی این حالت به من نشون میده که شما هر کاری رو که میخوای بکنی احتمالا میکنی و برای بچه هایی که
با مادرای قوی و مادرای اینترو که مادرایی که اینترودرن، یعنی میرن تو مسائل بچه هاشون، چه خواسته بچه هاشون باشه چه نباشه، مادر و پدرهایی که برای بچه هاشون تصمیم میگیرن، نقشه راهو میکشن، میذارن جلوشون، بعدم میگن از این نقطه برو این نقطه، از این نقطه برو اون نقطه، از اون نقطه به اون نقطه وصل کن تا بالاخره اون تصویر ایدئال که حالا یه دکتری مهندسیه یه چیزیه شکل میگیره. و این حالا بچه های این نوع مادر پدرها معمولا یه مقداری پسیو میشن یا یه مقداری عقب نشینی میکنن یا یه مقداری قدرت رهبری و لیدرشیپشون رو از دست میدن و شخصیت اتکایی یا متکی پیدا میکنن. برای اون مسئله بد نیست که او با یه روانشناس مراجعه کنه و روانشناس با او اگر بخواد کار کنه اول قدرت و نفوذ شما رو درش خونسا میکنه و برای یه دوره موقتی ممکنه اون زودتر از همه با شما فیوز بپرونه و عصبانی بشه، ولی بعد از اون مرحله بیرون میاد و استقلال خودش رو ثبت میکنه و برای استقلال خودش میسته. خیلی ممنون دکتر از راهنماییتون، بی نهایت متشکرم، تشکر از برنامه‌های خوبتون. سوال دیگه ممنونم. سوال چهارمی نداری؟ ممنونتم. میگم سوال چهارمی نداری که با اجازه یا بی اجازه؟ نه قربان شما، ببخشید مزاحمتون شدم. خیلی ممنون، خواهش میکنم. خداحافظ.